تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن آیه به آیه تفسیر چند دقیقه‌ای داریم، رسیدیم به جزء 8 سوره انعام، الان آیه 331. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. این اتمام حجت و هشدار برای اینه که پروردگارت هیچ وقت از روی ستم آبادی هایی رو که اهلش از شناخت غافلن نابود نمی کنه. یعنی خدا اول مردم را هشدار میده، پیغمبر میفرسته، اگر لجبازی کردن و کافر شدن و عناد ورزیدن وقت هلاک شدن. این آیه میگه که ذالک علم یکن ربک مهلک القرى بظلم. خداوند قریه ها را به ظلم هلاک نمی کند در حالی که اهلش غافلن. یعنی اگر اهلش غافلن خبر ندارن، خدا افراد بی خبر رو کارشون نداره. اگر دزد رو گرفتن خواستن انگوشش رو قطع کنن، این دزد گفت من خبر نداشتم از قانون اسلام، اگر می دونستم دستم قطع میکنن دزده نمی کردم. اگر واقعا ثابت شد که این راست میگه، یه آیه قطع دست به گوشش نرسیده بود، دست دوز رو قطع نمی کنن. کیفرهای دیگه داره اما دستش قطع نمی کنن. چون قرآن فرمود و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول الله، تا ما پیغمبر نفرستیدیم کسی رو عذاب نمی کنیم. و ما اهلکنا من قریه الا لها منذرون، ما هیچ قریه رو هلاک نمی کنیم مگه که قبلش هشدار دهنده بر اینها بفرستیم. در آیه شعرا آیه 208 و سوره اسراء 15، یعنی در چند موارد قرآن فرمود که ما اگر بیان نکنیم چیز را زشت عذاب کنیم. در اصطلاح اصول هم میگن قبح عقاب بلا بیان در مسئله حقوقی، یعنی بلا بیان بدونی که بیان کنی قبیح هست عذاب کنی. خب باید اول ابلاغ بشه بگیم که قانون اینه، وقت اگر کسی، یعنی تابلوی را اگر اول خیابون زدیم که خیابون یه طرف است، بعد اگر دیدیم کسی از اون طرف مخالف میاد پلیس حق داره جریمه‌اش کنه. اما کوچه که هیچ تابلویی نداره، خب هر راننده میتونه از هر سمتش بره و حق نداره پلیس جریمه کنه. میگه بابا شما سر کوچه تابلو نزدی، پس باید اول تابلو بزنیم بیان کنیم. یا آیه همین رو خود بگه، امتی که غافلن و حکم خدا به گوششون نرسیده، هشدار دهنده و پیغمبری نیومده، اتمام حجت نشده، تفهیم اتهام نشده، که نباید مثلا ما این عذاب کنیم. ذالک علم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. اگر اهل منطقه غافل بودن و بیخبر، خدا اینا رو هلاکت نمی کنه. هلاک نمی کنه. بریم سراغ آیه 332. این آیه چون دو سه دقیقه بیشتر نکشید، یا آیه دیگر هم تفسیر کنم. آیه 332 سوره انعام با هم بشنوید. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. برای هر کس بر اساس آنچه انجام داده درجاتی است. پروردگار تو از آنچه انجام میدن غافل نیست. هر کسی یه سهمی داره، درجه‌ای داره. خوبا درجه‌ای دارن، بعدا هم درکاتی دارن. خداوند عادله و مرتبه هر کسی رو طبق عملکرد خودش قرار میده. ولکلن درجات مما عملو. این که میگه لکلن درجات، میگه مما عملو. خدا علیکی به کسی درجه نمیده. درجات مما عملو، یعنی سعادت و شقاوت انسان بسته به عمل خودشه. عملت خوب بود، عین بازاری که نسیه میده، هر چی خوش حسابتر نسیه بیشتر به شما میدن، هر چی بد حسابتر درای بروتو بیشتر قفل میشه. خداوند عادل، مرتبه هر کسی رو طبق عمل کردش میده و سعادت و شقاوت هم دست انسان. انسان باید به هوش باشه که تحت نظر خداست. و ما ربک بغافل عما یعملون، خداوند از عمل کرد انسان ها غافل نیست. خب آیه بعد چی میگه؟ آیه 133 بشنوید. و ربک الغنی ذو الرحمه إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين.
پروردگار شما بی نیاز است و صاحب رحمت است. اگر بخواد یذهب کن، شما رو میبره، محبتون میکنه، پودرتون میکنه. و یستخلف من بعدکم مایشا، بعد از شما هر کسی بخواد جایگزین میکنه. کما انشأکم من ذریه قوم آخرین، همان گونه که شما هم از نسل قوم دیگری پدید آمدید. همونطور که شما جای پیشیا هستید، شما رو میبره یه گروه دیگه میاره. دست خدا بازه. در آیه قبل، یعنی آیه 331، گفتیم خداوند لم یک ربک مهلک القرى بالظلم، خدا ظلم نمیکنه. این آیه میگه میدونی چرا ظلم میکنه؟ ظلم یا از نیازه یا از سنگدلی. کیا ظلم میکنه؟ کسی ظلم میکنه که نیاز داره، بر اساس نیازش مثلا میبینه که اگر اینو زندانش کنه ممکنه حکومتش در معرض خطر باشه، میگیره زندانش میکنه، رقیبش دیگه. خیلی از ظلم ها بر اساس نیازه، هوسه یا سنگدلیه. میگه خدا ظلم نمیکنه، با ربک الغنی، خدا نیاز نداره. ذو رحمه، خدا سنگدل نیست، خدا سرچشمه رحمته، خدا سرچشمه غناست، بنابراین هرگز ظلم نمیکنه. دست خدا بازه. ای شما هستید که فقیر هستید، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما فقیر هستید، والله هو الغنی. در دنیا حواستون جمع باشه، فکر نکنید که همیشه هستید. خدا میتونه کاستتون رو دمر کنه دا. این عزت و قدرت و شوکت رو یه مرتبه میگیره، فاصله چند دقیقه ممکنه همه چیزی که داره دستت بره. به قدرتت نناز، سکته هست. به ثروتت نناز، آتش میاد پاساج میسوزه، ماشین لوکس تو دره میافته، آبرود با یک کلمه از بین میره. و ربک الغنی ذو الرحمه، یعنی این یشع یذهب کن، اگر بخواد شما رو میبره. یعنی مغرور به اون چه در دست خودت هستی نداشته. حدیث داریم که علامت ایمان کامل اینه که به اون چه در دست دق مغرور نشی، امیدت به اون چه باشه که در دست خداست. به لطف خدا تکیه کن، نه به اموال و ثروت و حکومت و قدرت و حزب و دار و دست خودت. به اینها، همینا که میگن زنده باد، فردا میگن مرده باد. در ایران میلیون ها آدم میگفت جاوید شاه، و همین میلیون ها آدم گفتن مرگ بر شاه. نماینده مجلس این دوره رای میدن، دوره دوم بهش رای نمیدن. بنابراین ان یشاء یذهبکم، اگر بخواد شما رو میبره. و یستخلف، دست خدا بازه، کاری هم نداره. بعد میگه که ربک الغنی ذو الرحمه. این میگه ربک الغنی، نمیگه الله الغنی ذو الرحمه. ربک یعنی معلومه کیه که مربیه، ربک یعنی مربی تو. مربی باید صاحب رحمت باشه. با رحمت شرط مربی خوب اینه که هم بی‌نیاز باشه، هم عطوفت داشته باشه. ان یشاء یذهبکم، اجتماعات بشری به مشیت الهی بستگی داره، بخواد هستن نخواد نیستن. بود و نبودها نفع و زیانی برای خدا نیست. غنی، خدا غنی است، بخواد شما رو ببره. فکر نکن اگر گفتیم نماز بخون نیاز به نماز تو داری. اصلا همه تون نماز بخونید نخونید، مثل که همه تون رو به خورشید خونه بسازید، پشت به خورشید خونه بسازید، چیزی رو خورشید نمیاد. خورشید بی نیاز است. همه مردم رو به خورشید خونه بسازن یا پشت به خورشید. رو به خورشید خونه بسازن، چیزی رو خورشید نمیاد. پشت به خورشید خونه بسازن، چیز از خورشید کم نمیشه. ربک الغنی ذو الرحمه، اگر گفتیم این کارو بکنیم، فکر نکنید نیاز به شما داریم. رحمت خدا فراگیره، ولی بشر گاهی وقتا به قدری از قابلیت افتاده که دیگه بود و نبودش یه جوره، یعنی نتونست این انسان رحمت خدا رو دریافت کنه. آخر این آیه هم که آیه 33 بود و گفتیم، در این چند دقیقه 3 آیه رو گفتیم. خدای تو به حق محمد و آل محمد، هر چه به عمر ما اضافه میکنی بر ایمان و عقل و علم و عمل و اخلاص و عمق و برکت کار ما بیفزا. از اونای باشیم که اذا تلیت علیه آیاتو زادت هم ایمانا. هر آیه که بخونیم یه قدم به ایمانمون اضافه بشه. خدای ما رو از این گروه قرار بده، از افراد مغرور و غافل قرار نده. خب آیه 331، 332، 333 هم تو این چند دقیقه تمام. در جلسه بعد بریم سراغ آیه 334. و السلام علیکم و رحمت الله.